سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیو های کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو چک که اگه بری همونطور که تو تایتل دیدید آیسم رو قراره گوش کنیم. همونطور که تو دیسکریپشن میبینید، لینک تو دیسکریپشن هست، میتونید از اونجا از طریق کانال یوتیوب آیسم کارو گوش کنید. بجز اون لینک کانال اسنانر و 2lool هم تو دیسکریپشن وجود داره، دوست داشتید به اونجا سر بزنید و ببینید چه خبره. اگر فور گنگ ها رو با چیه توی کامنت بریم بشنویم چکه اگه بری از آیسم. پرودوسرز متینن سین هود مهرو قطعا یه ملودی لیده گیتار داره بیتمون. پس میکس مسترینگ انجینیر آی پویا ایکس او، پراجکت منیجر پوریا پرتویزاده، کاور آرت ویژوال سیترول و پیارس رولت، لیبل باور ساوند. لیریکس هم به صورت فینگلیش داریم. لیریکسمون 1 2 3 4 1 2 3 4 یا علی. لیریکسمون 3 تا 4 تا بار، یعنی 12 تا بارش اگه اشتباه نکنم، یا 12 تا بیت مثلا. آرت ورکمون هم دست خانومیه که رو از ناکجا اومده رو به سمت آسمون. خیلی حرف ها داره و ساده بودنش و اینکه لاکش ناخونهای تمیزی داره. نه واقعا نمیخوام راجع به این چیزا صحبت کنم. ذهن دیگه، ذهن یهو میره سمت اونور. بریم بشیم چک اگه بریو. رسی یمون سیم خارداره نبود، واقعا مفهوم میرسوند. دستی که به سمت آسمونه و نرسیده به چیزی معلومه قضیهش. میشه میگم نیازی نیست به سیم خاردار. میتابه بهم نور ما وقتی آسمون میمونه سیاه، کبودی رو گونه ها بذار بمیرم و سیرم. بگه تو بریم من باد میام بسنه در بیاد لباس سیاه دوای بذار بمیرم واسه ایران. در عین سادگی چه بیتی بود. وقتی آسمون میمونه سیاه، کبودی رو گونه ها بذار بمیرم واسه ایران. بگه تو بریم من باد میام واسه در بیاد لباس سیاه دوای چشام این دود سیگار. بگه تو بریم من باد میام دوای چشام این دود سیگار. ما یه سنتی داریم، دود میره، دود سیگار میره چشمون، فش میدیم به یه شخص خاص. اون شخص خاص کسیه که کسی خاصی نیست، یکی از بچه ها بود که دیگه حالا جز بچه ها نیست، بزرگ شده، جدا شده از ما، ولی آزاردهنده ترین چیزه واسه سیگاریا که دود سیگار میره چششون. البته آزاردهنده تر از اونه که با فندک ابرو تو کز بدیم، ولی اینا واسه شرایط عادیه. شرایط غیر عادی که میشه دود سیگار دوای چشمه. میتابه بهم نور ما وقتی آسمون میمونه سیاه، کبودی رو گونه ها بذار بمیرم واسه ایران. بگه تو بریم من باد میام واسه در بیاد لباس سیاه دوای چشام این دود سیگار. بگه تو بریم من باد میام کابوسه وقتی این زندگی میره. تصمیمو گرفتم بمونم پا، چشتو باز کن ببین میتونم ببینم موهاتو سوار پا، دیگرم دنبال تنگاری نیدم. گفت چشتو باز کن بیبی، منم ببخشید، منم ناخودآگاه چشام باز کردم تا گفت بیبی دوباره بستم. باز کن بیبی میتونم ببینم موهاتو سوار باد، دیگرم دنبال تنگاری نیدم. و ترانه میخونم باد فردا تو خیابون، بازم ما قرارمون و تمامی نداره باد. آرامش میده بهم دوباره موهاتو موج، ما نگامون دنیا و سیره. نگو بهم جوانیم رفته رنگ کمونن و سواره ممره تیره. نگو بهم اینو فای خواب، نگو بهم جوانیم رفته رنگ کمونن و سواره ممره تیره. ما نگامون دنیا و سیره، تمامی نداره باد. آرامش میده بهم دوباره موهاتو موج، ما نگامون دنیا و سیره. نگو بهم جوانیم رفته رنگ کمونن و سواره ممره تیره. نگو لیریکس شده بخونم. آرامش میده بهم دوباره آرامش میده بهم دوباره موهات رو موج، ما نگامون بدون سیره. نگو بهم جوونیم رفته رنگی کمون الان سواریم مبرای تیره. نگو بهم جوونیم رفته رنگین کمون، یعنی رنگین کمون. به من نگو که جوونیم رفته، نگو بهم جوونیم رفته رنگین کمون الان سواریم ابرای تیره. نمیدونم قضیه چیه، ولی ابرون کمون موقعی ایجاد میشه که ابر همزمان با بارون با خورشید هست دیگه. منظورش نمیدونم واقعا چی بود. اینو فای خوابه صدامون با هم ادامه داره، دستمو بگی من کنارت کامه. نگو به مازادی فای خوابه، میتابه بهم نور ما وقتی آسمون میمونه سیاه، کبودی رو گونه ها بذار برینم و سیرم اگه تو بریم من باد میام اصلا دریا لباس سیاه دوای چشام این دود سیگار اگه تو بریم من باد میام سه وقتی این زندگی میره اسمو گرفتم امونم پا چشتو باز کن بیبی میتونم ببینم مواتو سوار باد اگرم دنبال تنگاری نهیدم مطمئنم میخونم باد فردا تو خیامون بازم ما قرارمون و تمامی نداره باد آرامش میده بهم دوباره مواتو موج ما نگامون دنیا و سیره نگو بهم جوانیم رفته رنگ کمون همه سواریم هم روی تیره نگو بهم اینا فقای خوابه صدامون با هم ادامه داره دستمو بگی من کنارت کامل نگو بهم آزادی فقای خوابه خب این بود چای که اگه بری از آیسم با آهنگسازی متینم سین هود مهرو. یه نکته‌ای که وجود داره من توی ویدیو گفتم دیگه تکرارش نمی‌کنم. چرا تکرارش میکنم؟ توی تحقیقات به عمل اومده، البته تحقیقات به عمل اومده توی بازار توی میوزیک مارکت آمریکاست فقط، خب ولی درصد ترک هایی که توی اون بیلبورد قرار میگیرن، توی هات 100 و این چیزا قرار میگیرن، واقعا صدای گیتار توشون کمتر شنیده میشه. بیشتر چیزی که توشون هست پیانوه. خب سینت رو اگه حساب نکنیم، سینت که همه جا هست، سینتی سایزرها، ولی به عنوان ملودی اصلی بیت چیزی که کم واقعا داره استفاده میشه الان گیتار. اینو میخوام بگم که ناخودآگاه رو سلیقه ما هم تاثیر میذاره دیگه، حداقل رو سلیقه کسایی که دنبال میکنن تا حدی. 100% که من نمیتونم دنبال کنم، 0 تا 100 مارکت اونورا، ولی علیرغم این قضیه متینم داره با ملودیای گیتاری که میزنه، کلا با لاینای گیتاری که تو ترک‌های مختلف ازش میشنویم، داره این پیوند رو حفظ میکنه. پیوند چی؟ پیوند ترک هات با گیتار. بماند که سلیقه ایرانی‌ها خود فرق داره هنوز واقعا. از ما صدای گیتار رو خیلی دوست داریم، همونطور که میبینید ستون گیت تو بک‌گراند داره اشک میریزه، ولی خب داداشم حقیقته، خب ولی ما دوست داریم. تو بیش مایی، پس ما هم دوست داریم و ردیف همه چی. نکته دیگه ای که وجود داره استفاده عام‌سازی پترن درام دریله که قدیم، که اون موقعی که دریل و یوکی دریل معروف کرد بیشتر، حالا شیکاگو دریل رو بذاریم کنار، اون درام پترن منظورم که با یوکی دریل اوج گرفت تو دوره اوج یوکی دریل که کم کم دیگه داره تموم میشه حس میکنم، یه چنین موزیکی واقعا غیر قابل تصور بود روی بیت دریل. درام یه همچین موزیکی دریل باشه خیلی عجیب بود، ولی همونجوری که داریم پیش میریم، همونطوری هم که پیش بینی کرده بودیم، دریل داره جزئی از پروداکشن هیپ هاپ میشه. همونطور که ترپ شد، همونطور که بوم بپ بود و دیگه لزوما تداعی کننده اون خشونت و اون ریتم منقطع چیزو باونس دار نیست. هستا ناخودآگاه یه باونسی به ترک میده، چون ریتم تکون خوردنیه، ولی کلا خیلی داره عمومی میشه دیگه. من چی میگم، صرفا خاصه یه سری ترک‌ها نیست دیگه این پترن درام. نکته مثبت دیگه ای هم که تو این ترک بود و همون در مورد گیتار بود یادم بگم، اینه که صدای آیسم واقعا میشینه روی، به خاطر اینکه حال و هوای ملودیاش ما رو یاد یه سری موزیک، نمیخوام بگم پاپ اصلا، ولی یاد یه سری ستاره های پاپ فارسی میندازه که ما دوست داشتیم صداشون روی یه لاین گیتار و یعنی همون تصویر مرد گیتار به دستی که گیتار میزنه و میخونه. خب چون آیسم یه خورده کلا خیلی ملودیک میخونه و یه خورده ما رو شاید یاد اونا بندازه، کلا برای ما حس جالبی داره. بعدش هم این که بچه آیسمو برید فالو کنید، 3500 تا سابسکرایبر زشته، ساب کنید کانالشو. یکی از با سلیقه ترین آرتیستای نسل 4 و جدا از لیریکسش که به نظر من ببین نقاط اوج باحالی داشت لیریکسش، نقاط غیر اوج به نظر من زیاد داشت. مثلا من واقعا یه سری ترکیبایی که ساخته بود و متوجه نمیشدم، ولی 100% نقاط اوج خودش هم داشت، مثل بزا بمیرم واسه ایران. در عین سادگی می‌بینی وقتی ترکیب جمله خیلی ساده‌ایه، ولی وقتی با اون صدا، با اون حس، با اون ملودی، بزا بمیرم واسه ایران، بعد با اون روی اون ملودیه گیتار و اونجوری داره بیان میشه، تاچ میکنه آدمو. این چی میگم، داره تمام چیزی که داره رو نثار ایران میکنه با پر احساس ترین حالت ممکن. ولی میگم نقاط غیر اوجم داشت توی لیریکسش، که چون کلا کار لیریکس زیادی نداشت، این 3 بار کورس تکرار شد، کلا یه دونه ورس داشتیم و بیشتر حس می‌کنم رو پروداکشنش بیشتر وقت گذاشته شده بود. این ترک‌های روی نویسندگی خود لیریکس و توی اون مسیر موفق بودن. ترک خوش ساختی بود به نظر من، ترک شنیدنی بود، قابل ریپیت کردن هست، با اینکه خیلی موقعیتی و مناسبتی ترک. من میگم به خاطر ساوند باحالی که ساخته شده بود، دراپ های باحالی که ساخته شده بود، اون قسمت آخر که فکر می‌کنی ترک تموم شده، ولی و با دراپ و یه کورس خفته تو میگیره و کلا های هت پترن غیر قابل پیش بینی، اصلا فکر نمی‌کردم دیل باشه اینا. به نظرم ترک خوش ساختی بود، تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای بنده حقیر. راستی بچه اینا همه نظری من بود، شما میتونید نظری خودتون داشته باشید. من یادم میره میخوام توی هر ترک هر ریاکشن ویدیو بگم، ولی خب تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من 6.5. ترک خوبی بود به نظرم، ترک استثنایی و تکرار نشدنی و این چیزایی نبود، ولی ترک خوبی بود، جالب بود، مخصوصا به عنوان یه ترکی که میگم مناسبتیه و مناسب حال و احوال این روزای ایرانه. نظرتون رو بنویسید اگر دوست داشتید و اگه اینترنت یاری کرد و همه اگه ها راجع به ریاکشن ویدیو، راجع به ترک ویدیو دوست داشتید لایک نشید، دیسلایک فورگنگ هم که توی کامنت یادتون نمیره. اگر ویدیوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول هم بغل سابسکرایب وجود داره که اگر دوست داشتید از آپلود ویدیوها مطلع شید، میتونید زنگول رو فشار بدید تا از طریق نوتیفیکیشن یوتیوب به شما اطلاع بده که چه ویدئویی آپلود شد و کی آپلود شد و جا نمونید، البته اگر اینترنت جواب بده. مرسی که تو این شرایط و با این سرعت نت تا اینجای ویدیو رو دیدید. موضوع خودتون باشید تا ویدئوی بعدی.